بسم الله الرحمن الرحیم بینده عزیز وقت بخیر و برنامه کاوش از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید زبی الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی کشور میگوید که افغانستان با چین تعاملات رسمی دارد و چین همواره تلاش کرده در بخش های گوناگونی در کشور سهم فعال داشته باشد از برقراری رابطه حسنه با جانب کشور گرفته تا تطبیق پروژه های حیاتی همه و همه رویکرد خوب چین با افغانستان را نشان میدهد افزون بران چین نخستین کشور است که در گام اول در تعاملات سیاسی محترم بلال کریمی را همچون سفیر افغانستان در بیجنگ پذیرفت حالا چین در کنار این که یک مجاور کشور است افزون بر آن یک آغازگر خوبی برای تعاملات سیاسی اقتصادی افغانستان نیز به شمار می روی رو این همین موضوعی یاد شده و انتخاب شده بیشتر صحبت می با آقایان سعید قریب الله سادات آگاه سیاسی و همچنان محمد یاسین حبیب آگاه سیاسی مهمانان عزیز به برنامه بسیار خوش آمدید جناب آقای سادات برنامه را با شما آغاز میکنیم با این پرسش که تحلیل شما از سخنان اخیر و اظهارات اخیر که جناب مجاهد صاحب داشتن چی هست به نام یاد خدای بزرگ با درود و سلام حضور شما مهمان شریک در بعض بیننده های و شنونده های عزیز شما در داخل و خارج کشور علیکم السلام البته افغانستان خب از در طول 45 سال از کشورای مختلف آسیابای ګوناګونی دیده کې متأسفانه صدمات او خسارات همیشه ما او شما په چشمه سر دید مشاهید بودیم خب البته احساس میکنیم که از ادرس چینای کمترین صدمه را در طول 45 سال مو دیدیم چرته کې اگر شوروی الی افغانستان هجوم آوردو په اصطلاح استادګي کله تاوجم اورد درالحيک حکومت چین حکومت کمونیست بود اما پالو شوروي استاده نشود یعنی در مقابلش استاده شد در او درو تاوجم شوروي را د افغانستان تایید نکرد همکاري نکرد من موضوع بحث 20 ساله ک جمهوریت در افغانستان بود باو با هم چینایات دنه په د بحث تجارطي با افغانستان رابطه داشتن په بحث ډیپلوماټیک با افغانستان رابطه داشتن در, رابطه داشتن. <applause> در دیگر قضاې افغانستان بازم بی‌طرفی خوده حفظ کردن نه الی نه په معنای زی کې تایید کړه عزور امریکا را و نه الی مقاومتګرو قرار گرفتن چې در افغانستان الی هجومه یا و حضور امریکاییان در افغانستان بودند او با او را همکاری یا در مقابلش قرار گرفته بودند کده معسلامه نه داشت یعنی حالت خدا خیلی عادی نگاه کرده بودند باسی امروزی هم که نظر به دیگر کشورها میبینیم رابطه چینای اگرچه رابطه سیاسی چینای هم بستگی بر رابطه اقتصادی شون دارد با افغانستان رابطه شونه خیلی خوب است و در زمان جمهوریت یگانه کشور که بیشترین علاقمندی سرمایه گذاری را داشت و سرمایه گزاری را اعلان کرد چینایی ها بودن که مدن مساینک و مدن آهن آجیگک و بعض معادن کلان افغانستان میخواستن سرمایه گذاری بکنن و با هزینه و امکانات خودشان خط آهن را که از رای واخان به افغانستان میامد اگرچه پاکستانی ها زیاد سنگ اندازی کردند و برنامه سیپک تشویق میکردن اما برای چینایی یک موضوع رای افغانستان اولویت داشت تلاش کردن کوشش کردن گرچه چندین بار شمال افغانستان خصوصا بدخشان نام شد که رای زمینی باید باز نشه و شاید و با امکاری و با او با همکاری امریکایی و پاکستانیا بوده باشد اما چینایی با هم که اگرچه خساراتی دیدن تلفاتی دیدن مشکلات دیدن، را دیدن موانع را نجات شد بازم چینایی ها از تلاش شانه نماندن بازم در رابطه با مزاحل اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان تا آخر تلاش کوشش شانه حالا کرده حالا, چین که روی کرده که در افغانستان در 20 سال گذشته نظام پیشین و هم, هم روی کرده که حالا روی دست گرفته مشخصا بخصوص در گذشت ها کدام کارهای اساسی را و بنیادی را انجام داده چین خب ببینین من منظور ما این است که نظریات نیک و مثبت هر کس را آدم میفهمه که کی نظریات نیک و مثبت داره مثلا در فریز بودن پول افغانستان چینایا مخالف است با امریکایا چندین بار گفتن که پول افغانستان یک کشور غریب است بعد از جنگ است این ده میلیارد دلار افغانستان تقریبا که در اوجه فریز شده باید یا آزاد شود <applause> با افغانستان برخورد دوگانه صورت میگیره مثلا اکثریت کشورهای دیگر ها که امریکایا بخواید هم به حضوی برسمیت شناختن و همکاری و مثلا را باز شدن به طرف جامعه جهانی از طرف امریکایی ها با یک درویگی است اما چینایی ها تقریبا نیتشان خوب بوده و باز است بحثی همی که در افغانستان چینایی ها هر روز علاقه شان نشان میده به سرمایه گذاری در معادن مختلف، در مسیرهای مختلف و بحث دیپلمات که یا دیپلماسی که باز از چینایی به افغانستان داشتن یعنی سفیر خود رسما به افغانستان فرستادن و سفیر افغانستان رسما اونا پذیرفتن ای به معنا ازی است که چینایی در صبات افغانستان علاقه هستند نظر به اروپایی ها نظر به امریکایی خب چینایی عادتا کشور بوده که مثلا تا که منافعشان نباشه از جذب سرمایه چینایی خیلی سخت است اما درست. از نگاه روابطشون با افغانستان در طول 45 سال ما کمترین صدمه رو دیدیم درست. گرچه بیشترین مفاد نده ولی کمترین صدمه رو دیدیم و نیتشان به معنای ازی تا با حال را منفی نبوده نیتشان مثبت بوده و تلاش کردند که با افغانستان هم روابط سیاسی نک داشته باشند و هم روابط اقتصادی نک داشته باشند درست است دوباره برمیگردیم جناب آقای حبیب حالا در شرایط فعلی و در حال حاضر رابطه چین با افغانستان در سطوح مختلف در کدام سطح قرار داره بباره با شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام درود به شما و به همکاران محترم شما به مهمان عزیز حاضر در برنامه جناب سازاد صاحب و همچنان به بینده و محترم رادیو تلویزیون ملی در داخل و چه در خارج ببینین جناب ابراهیمی صاحب چین یکی از کشورهای ام جواری افغانستان هست که در طول تاریخ ما این ندیدیم که اینا مخالف منافع ملی افغان ها چه در بود سیاسی یا چه در بود اقتصادی و نظامی کار کرده باشند بلکه این در دوران جهاد ملت مسلمان و مجاهد افغانستان به ضد تجاوز قشون سرخ شوروی از مقاومت دلیرانه ملت مسلمان و مجاهد افغانستان امایت کرد برابر شوروی ها امایت معنوی کرد حتی اتا, اتا, اتا امایت نظامی هم کرد که واقعا قابل قدر در, در خور اهمیت هستی اقدامشان درست و و در سختترین روزگاران اه, طاقت فرسای اقتصادی هم در کنار مردمی افغانستان بودن خصوصا در بیست سال گذشته آل هم که عصر آکمیت امارت اسلامی هست در کنار افغان ها هست اصلا من تا جایی که ایره برای خود این ثابت شد برای من بررسی کردم اصلا برای چینایا خود ملت افغانستان و کشور افغانستان مطرح است آرامی مردم خوشی مردم رفاه مردم افغانستان نه نیست اگر همسایه اما منفعت جانب خودش هم خوب او خود طبعا, طبعاً وقتی که ببینید جناب ابراهیمی سیب هر کشوری باشه وقتی که وقتی که با ما و شما با کشور ما با حکومت های ما <applause> یعنی با،, با دولت ما این این قراردادهای اقتصادی داشته باشه یا استخراج معدن خود صد تبر منافع اقتصادی خود در نظر میگیرن درست ولی نظر به جفاهایی که بعضی همسایه ها در حق ما کردن مثلا شوروی وقت تجاوز کرد اون زمان در امسایگی ما قرار داشتم به نام کشور شوراها که آسیای میانه هم جز از مستمریشان بود مثلا پاکستان ایران اینا 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 به حق ما شما جفاهایی کردن به حق کشور ما و مردم ما ولی چین چین تو دیده نشده در تاریخ در گوشهای از تاریخ که یعنی بر ضد منافع ملی مردم افغانستان به یا از, از از دیدگاه اقتصاد کدام عمل نادرست انجام داده باشه یا سیاسی روی کرده سیاست یا نظامی درست نه بله واقعا دوستا نداره حال هم که روابطشان با امارت اسلامی برقرار است در خصوص در قراردادهایی که در استخراج معدن ما در یا به اصطلاح بعدن آجیک یا بعض جای دیگه. این در حقیقت یک اقدام بسیار خوبی هست چین یک همسایی بسیار نیک ما هست چین یک همسایی است که این مناسبات خوب بین مردمان افغانستان و چین برقرار است فعلا تا ملی ما و شما با چین میرن رفت آمد میکنن اموال تجارتی را از افغانستان به چین اینا صادر میکنن از چین و افغانستان وارد میکنن خیلی با یک روی کرد بسیار خوبی از جانب دولتشان از جانب مردمشان در برابر تاجرای ملی ما مثل بعضی کشورهای دیگه همسایه ما نیستن که در برابر تاجرای ما یک سلسله باز وقتی که این یک مشکلات ببینن یا یک نار یا رنجش ببینن باز بز د د برابر تاجرای ما یو څه سره مشکلات خلقونند د شاره خلقونند ک ته یزو خیر تاجرای ملی افغانستان صدامنه منامز کی پاکستان بازار اوقات امیر انجام میتند ایرانیا هم انجام میتند ولی چینایا هرګی کار نه کرده او نه میکنه ولی ای مناسبات انی ای کی کی جناب مجاهد سب گفته زبیلای مجاهد عرف خوبی گفته عرف درستی گفته ما همیشه طریق رسانه ها حتی در زمان جمهوریت که هم ما در رسانه ها کزور پیدا میکردیم از روابط نیک چین و افغان ها با کشور ما همیشه حرف می زدیم تنجید می اسلامی است امارت اسلامی متاسفانه که توسط کشورهای دنیا طالب رسمیت شناخته نشده اما چین مناسباتش خیلی خوب است این در حقیقت جناب ابرا... ابراهیمی این ای ای مناسبات نه که چین با امارت اسلامی نه تنها هست بلکه با مردم هست ما در یک شرایط قرار داریم ما در یک اوضاع و حالات اقت، اقتصاد، بد اقتصادی قرار داریم که باید کشورها خوزا کشورهای همسایه ما امارت خوب بگذار به حال ملت مظلوم افغانستان دل بسوزانه و شرایط سخت دشوار طاقت فرسای اقتصادی مردم افغانستان دل بسوزانند چرا از نقطه نظر حس بشر دوستی انسان دوستی باید به با افغان ها کشورهای دنیا و خصوص همسایه ما همکاری بکنن تعاون بکنن مناسبات نیک اقتصادی تجارتی خود برقرار بکنن خب مشکلاتی که اگر با امارت اسلامی داشته باشن مشکلات تای دیالوگ ها حل میشه اما منافع ملی مردم افغانستان کشورهای امز... اول هم مجموع کشورهای دنیا و به طور خاص هم کشورهای همسایه ما بلده. این هم در نظر بگیرید بسیار تشکر دوباره برمیگردیم جناب آقای سادات در شرایط فعلی و در حال حاضر نیازمندی موجودیت چین در افغانستان و سهم گرفتن در ابعاد مختلف به خصوص در حوزه اقتصادی چقدر نیاز است خب ببینید جهان عالم میگن جهان یک دهکده است خصوصا امی منطقه پرنفوس دنیا که افغانستان بین منطقه با هیڅ یو پل ارتباطه ده ما ودودن 3 مليارد جمعیت جهانم میتونیم با هم وصل وکونیم د ای جمعیت بزرگ هند او چین یک باسه کلون است مثلا یک 2 مليارد تقریبا 2 مليارد نفوس د نا هند چین درات کی اگر 5 7 میلیون نفوسه پاکستان او بنگلاديش او سایر کشورونه از طریق خوشکب افغانستان وصل وکونیم با ترکمنستان و تاجکستان و ازبکستان و ایران میتوند که در تقریبا نصف دنیا یعنی سیونی میلیارد جمعیت از افغانستان به عیس پل ارتباط استفاده بکنه درست. چینایی تکنولوژی خیلی خوب دارن قوی دارن مدرن دارن یعنی در پیش تکنولوژی اقتصادی چین امریکایی ها بزانو در آمدن امروز امریکایی سر سرسده صدای حکمتشان هم بر از کمپانی ها که تکنولوژی چین به حد و اندازه بازارهای ما را تسخیر کرده و حتی اقتصاد امریکایی ها را رکود مواجه کرده یعنی اگر ما از تکنولوژی و نیروی تخنیکی چینایی و مواد خامی که در افغانستان وجود دارد و نیروی کاری که در افغانستان وجود دارد ایر مشترک استفاده بکنیم سرزمین افغانستان در منطقه با تفاهم با پاکستان و همکاری هندستان و ایران و کشورهای همسایه ما ترکمنستان و ازبکستان و تاجکستان و چین ما اگر یک بازار مشترک در این منطقه ایجاد بکنیم شاید در کمترین وقت افغانستان از کویت که اقتصادش بلندتر برای چرا که ما میتونیم سر یک چارا قرار داریم من مثل که دوست دو اکثریت بزرگا گفته که افغانستان قلب آسیا است یعنی دست. مرکزیت جایی است که ما با همکاری چینایی ها نیاز داریم و چینایی ها به خاک یا سرزمین و یا عبور از سرزمین افغانستان نیاز داره که خود به اروپا برساند خود به خاور میانه برساند خود به آسیا میانه برساند و در این منطقه میتونند که همین کشورها مشترکن بازارای اقتصادی جوړ مکن نه کور دی را اقتصادی چې زمینی چاوی زمينه افغانستان او هواي افغانستان متانه منطقه را به هم وصل کرده 40 ساله او 45 ساله جنگ ونه امنیو متاسفانه افغانستان از کاروان تمدن تعالی عقب نگاه کرده درست. اما د 45 یا 50 سال اني چينایو مردمه کشورای عربی کشورای آسیای میانه ترقی کردن، انكشاف پیدا کردن، امکانات پیدا کردن، زندگی جون بهتره، خوبتر شده. بر ما بهترین فرصت است اگر ما بتونیم خودا در قربانیای سیاسی کلان نجات بدیم، نگاه بکنیم سیاست دنیا رو متوجه شیم امروز متاسفانه باید بگم که جو بایدن میخواهد روسا را تشویق بکند با توسعه جنگ چینایی را تشویق بکنن با ایجاد یک جنگ در تایوان امی که خاورمیانه را مثلا کل خاورمیانه را نام ساختن سیزده کشور عربی را در جنگ انداخته و افغانستان جنگ فعلا توقف کرده یعنی جنگ استاده است که ما اگر بتانیم واقعا یک سیاست مناسب و یک اقتصاد سنجیده شده داشته باشیم رابط ما با چینایی ها برای ما مفید است و میتوند با احتیاط باش تجارت بکنیم از این تجارت ما بیشتر سود درست برده بودم. درست شما از کریدور رو یاد کنین که به خاطر توسعه رابطه تجارتی با این کشورها افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص چین از کریدور یاد کنین پروژه واخان یا کریدور واخان روی اهمیت این پروژه صحبت کنیم که هر از گاهی گوی رسانه‌ای میشم ما هرچند که امارات اسلامی اعلام آمادگی کرده که ما آماده هستیم در این پروژه هم داشته باشیم اما جانب چین جرأتی کار نمیکنه چرا؟ خب متاسفانه باید بگم چین آیا به خاطر بخاطر از اینکه جمعیت چین وابسته است به مسائل کاری و اقتصادی به این معنا که اگر کارشان توقف بکنه و معانی برشان خلق شوه سیر کردن و یا باز کار جور کردن بر یک میلیارد و سی ست میلیون بیشتر جمعیت خیلی کار دشوار داره که در چین با همی جمعیت بزرگ 7 فیصد پایین تر از 7 یا 60 فیصد کمتر مردم بیکار داره در افغانستان در حال که ما شما در جمعیت 35 یا 40 میلیونی خود ما 7 داریم که کار میکنن یعنی کارهای دولتی و کارهای شغل آزاد برعکس چینایی اگر ما بتونیم براستی همی کریدور اقتصادی منطقهی را توصیح بدیم امنیت شد تامین بکنیم تفاهمات سیاسی پیدا بکنیم با جهان رابط ما نیک شود آمریکایی ها در منطقه دیگه مداخله بیشتر از این نکند بر ناامنیات تلاش دارند کوشش دارند که باز منطقه نامن شود و سیاست اقتصادی ما براستی یک سیاست او که مسلکي امارات اسلامي مو د سیاست اقتصاد محور سیاست اقتصاد محور یک استراتیجی کلون مدونه سیاسی اقتصادی کار داره که د دا وزارت خارجه باید یک بورد ایجاد شوه درست. اولویت بندی شوه کوم موضوعات اقتصادی مو با کوم موضوعات سیاسی مو یک ځای متاره حرکت کنه کدام موضوعات اقتصادی ما با موضوعات سیاسی جدا حرکت باید بکنه با خاطر ازی بعض وقتها مثلا در تصادمات سیاسی باعث میشه که موسسات بین المللی بعض کشورهای تامین کننده از موضوعات سیاسی متاثر میشه کمک های خود امنا میکنه در حالی که همین روز 18 یا 20 افغانستان از نگاه اقتصادی با کمک نیاز داره اما از نگاه روابط سیاسی متاسفانه او کمک توقف تشکر. میکنه یا بعض مشکلات ایجاد میشه تشکر باز به این خاطر ایجاب میکنه که ما در وزارت خارجه یک برد را ایجاد بکنیم که تا موضوعات اقتصادی و سیاسی ما را به شکل را اندازی بکنه که با یک دیگر تصادم نکنه بسیار تشکر بسیار تشکر جناب آقای حبیب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم که با در نظر ملحوظاتی که شما یاد کردین حالا آینده ای رابطه افغانستان با چین پیش شما چی یک چیز جناب آقای ابراهیمی خدمت شما عرض بکنم که مردم افغانستان در مجموع نسبت به مردم چین و حکومت های چین خیلی نیت خوب دارند تقریبا خوشبین هستند در امکاری چین با افغانستان و یا عقد قراردادهای تجارتی و یا استخراج معدن معدن های افغانستان توسط حکومت چین مردم ما دایی علاقمند هستند و دی دا پاپشاری دارن و خوشبین هستند به خاطر از اینکه مثل که من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که تا کنون بر ضد منافع ملی ما چینایا عمل نکردند مصروف ایجاد اختلافات در بین اقوام ملیت های با هم برادر و برابر و ساکن در افغانستان اقدام های کدام اقدام های و خاینانه نکردن مثل بعض همسایه های دیگه ما به می قسم نه. و اجگاه در جهت بدبختی و بدبختی کشاندن و سیاروزی کشاندن ملت افغانستان مردم افغانستان یا کشور ما چینایه عمل نکردن دیگه چون مردم نسبت نزب... به عمل کرده های گذشته تا امروز چین خوشبین هستند که کدام عقده که کدام کینی که کدام خاطرات بد ناگوار نسبت به عملکردهای های گذشته چین در قبال وطن و مردم ما ندارن فلحازا آینده بسیار خوب در قبال در جهت در قراری مناسبات افغانستان و چین وجود دارد و هیچ مانعی وجود نداره الا اینکه بیرونی ها به خاطر عقدای خودشان بیرونی ها به خاطر از که چون افغانستان کوشش کنند در سیطره خود بیارند فلاحظا مردم ما نسبت به برقراری روابط حکومت های ما خصوصا امارت اسلامی با دنیا با چین خیلی خوشبین هستند چرا چین در طول مقه وقت سعی ورزیدن تا مطابق کسب رضایت مردم افغانستان مطابق کسب رضایت زمامداران افغانستان عمل بکنن درست. مثل که من بازم عرض می کنم تکرار نشه که اجگاه برخلاف منافع مردم ما و کشور ما عمل نکردن یا در گذشته در جنگ ها مثلا جنگ های ذات البینی یا جنگ های داخلی بین گروه های افغانستان چین مثل بعض امسایی های ما مارد. چین رول نداشته چین دست نداشته نه تنها دست نداشته بلکه در جهت برقراری سل و آتش بس تلاش ورزیده فلحازا مردم نسبت به ملت چین نسبت به حکومت ها زعمای چین نظر نیک دارد نظر خوب دارد و اساس وقتی که چین در بین مردم افغانستان وقتی که از, از محبوبیت برخوردار باشم <applause> تنافر انزجار مردم نسبت به چین وجود نداشته باشه مثل که با بعض کشورهای دیگه داره بعض کشورهای همسایه ما و بعض کشورهای دور این, این ملت ما عقده داره و خاطرات زش داره خاطرات بد داره خاطرات ناگوار داره خاطرات تلخ داره درست. ولی با چین نداره به خاطر چین کار نکرده مردم چین کار نکرده او های چین کار نکرده گرچه گر با قول جناب سادات صاحب که چین هم او هایشان او های کمونیستی بوده ولی نه مثل شوروی سابق و به می اساس ما چون خوشبینی نسبت به چین نسبت به همکاری چین اه. نسبت به حضور وزور... حضور چین در کارهای اقتصادی ما در در استخراج معدن ما مردم ما خوشبین هستند مردم درست. درست. ما بدبین نیستند مردم ما مطمئن هستند که چینایی چين، ها هرگز مثل دیگه کشورها واره در غارت چپاول تاراج استی دارایی ما اقدام نمی کنه. کار میکنه، مطابق نمو پلانی که بین حکومت های افغانستان چین و چین حق میشه که باید چه مقداری را اونا بگیرن چه مقداری را به حکومت های ما بگیرن با نمو پابند هستند با نمو متحد هستند هیچگاه این نمیورزن نمی ورزن مثل بعضی کشورهایی که طول 20 سال گذشته از تی و دارایی ما را چور کردن دارایی های خدادادگی مطمون در دل, دل کوها و کوپایه ها گنجین های ما را چور کردن چپاول کردن یورانی و طلا و زمرات و الماس و یاقود و مرجان و لال و اینای ما را به سلا چور کردن چپاول کردن بعض کشورهای دور که آمدن در طول 20 سال و ما دارایی های ما را به غارت بردن ولی چینایی های کار نکردند. حکومت های چینی کارا نکردن. کار نکردن حالا هزا کارکردهای های حکومت های چین در بوهه بوه نمو زمان در, در دل, دل دلیز زمان در افغانستان خوب از نظر ملت ما خوب بوده مثبت بوده یعنی خاینانه نبوده چپالگرانه نبوده مثل دیگه کشورها واره تا کشورهای همسایه ما و کشورهای دور به می اساس ما این دیشه بسیار خوب میبینم چرا که ملت، چین در بین ملت ما از محبوبیت برخوردار است درست مردم ما طرفدار عزیز که حکومت ما حکومت فیلی ما که امارت اسلامی است با چین مراودی خوب داشته باشد با چین در, در استخراج معدن ما میشه که با چینایا حق ببندن و همکاری بکنن و و تاقف ما, ما ببندن است. بسیار تشکر جناب آقای سعید قریب الله سادات و محمد یاسین حبیب آگاهان امور سیاسی از حضورتان به برنامه سادات تشکر بسیار. از شما بینده های عزیز هم نهایت سپاسگزاری میکنیم به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه کاوش تا دیدار دیگر خدا نگهدار